911? There's been a murder. There's three people dead that I can see right now. Inside? I just came up. She works with me. Inside a house? Yes. What do you see? There's a baby and a man and a woman, and she's my best friend. این صدایی که شنیدی صدای لیندا تیل بود که با 911 تماس میگیره و خبر از جنایتی میده که نمیدونسته. فقط گوشه ای از کشداری هستش که توی کریسمس 2007 اتفاق افتاده بوده. بریم براتون تعریف بکنم چه پرونده وحشتناکی جلوی روتونه. سلام قشنگا، خوش اومدید به کانال خودتون. همینجور که اول ویدیو براتون گفتم، این یک پرونده خیلی خیلی وحشتناک هستش، یک کشدار وحشیانه هستش که واقعا من خیلی اذیت شدم، خیلی اذیت شدم. و اگر که احیانا احساس میکنید ممکنه به خاطر شنیدن کشته شدن کودک اذیت بشید، بهتون پیشنهاد میکنم این ویدیو رو نبینید. در غیر این صورت اگر که میتونید تحمل بکنید خوشحال میشم که تا آخر ویدیو همراه من بشید، به خاطر اینکه طبق معمول بقیه پرونده هایی که براتون کاور کردم یک پرونده وحشیانه جلوی رو داریم. بریم براتون میگم چه خبر شده. شهر کوچیک کارنیشن واشنگتن توی شرق سیاتل با جمعیت 2000 نفریه. وین و جودی اندرسون حدود 31 سال هستش که با همدیگه ازدواج کردن و زوج خیلی خیلی خوشبختی هستن. همینجور که گفتم شهری که توش زندگی میکردن خب شهر خیلی کم جمعیت و کوچیکی هستش، پس همه توی اون شهر میشناختنشون و از این زوج به عنوان یک زوج خوشحال، خوشبخت و مهربون یاد میکردن. از اون آدمایی که هر کسی هر کاری که داشت کمکش میکردن. وین به عنوان مهندس توی شرکت هواپیمایی بوئینگ کار میکرده و جودی هم کارمند شرکت پست بوده. سه تا بچه داشتن به نام های میشل، اسکات و مری. سال 1978 میشل اولین دخترشون به دنیا میاد و همونجور که بهتون گفتم بعدش هم دو تا بچه دیگه به دنیا میارن. ولی میشل یه مقداری با اون دو تا بچه فرق میکرده. همکلاسی های دبیرستانش گفتن که میشل دختر خوب و مهربونی بوده، ولی از اون آدمایی بوده که دوستی نداشته و به همکلاسی‌هاش هم گفته بوده که اصلاً رابطه خوبی با پدر و مادرش نداره. میگفته که پدرش کتکش میزنه و مادرش اصلاً درکش نمی‌کنه. در حالی که بعدها مشخص شده که کاملاً در این مورد دروغ میگفته و جودی و وین واقعاً والدین خیلی خوبی بودن و نهایت تلاششون رو برای بزرگ کردن بچه‌ها، تربیتشون و قرار دادن هر نوع امکاناتی که از دستشون برمی‌اومده، هر کوششی که میتونستن انجام میدادن براشون. ولی متاسفانه میشل اصلا اینجوری تعریف نمیکرده و یه جوری وانمود کرده بوده که انگار یه خانواده خیلی وحشتناک و بد داره. ولی با همه اینها میشل همیشه در مورد اسکات برادرش به همکلاسی‌هاش هم میگفته و میگفته که خیلی اسکاتو دوست داره و یه رابطه خیلی صمیمی با برادرش داره. تا اینکه سال 2002 میشل از طریق یه سایت دوستیابی با جوزف مکنر رو آشنا میشه. اون زمان جوزف و میشل هر دو 29 ساله بودن. اطرافیان جوزف در موردش گفتن که جوزف یه آدم بسیار بسیار عجیب و غریب بوده. مثلا میگفته که یک روحی هستش که داره در مورد زندگیش راهنماییش میکنه و بهش میگه که باید چی کار بکنه. از اون طرف هم براش تشخیص اضطراب خیلی شدید داده بودن و باید حتما جلسات روان درمانی میرفته و دارو مصرف میکرده، ولی متاسفانه جوزف از این کار سرباز میزده. وقتی که با هم دیگه آشنا میشن، جوزف توی شهر دیگه ای بوده که نقل مکان میکنه، میاد با میشل زندگی کنه. میشل یه دونه از این خونه سیارا هستش، تریلرای سیار، تو اونا زندگی میکرده که توی یه پارک بوده و خب برای اون به اصطلاح زندگی کردن توی اون شرایط میبایستی کرایه پرداخت میکرده. جوزف هم میاد همراه میشل با هم دیگه زندگی میکنه. اطرافیانشون گفته بودن این زوج به شدت گوشه‌گیر و منزوی بودن. هیچ دوستی هم نداشتن. به شدت پارانوید بودن. به شدت شخصیت ناپایداری داشتن. اومده بودن پنجره‌های تریلرشون رو سیاه کرده بودن که کسی نتونه از بیرون ببینتشون، به خاطر که فکر میکردن که مردم میان پشت تریلرشون وای میسن و تماشاشون میکنن. حتی بارها گفته بودن که جونشون در خطره و کسایی هستن که میخوان از بین ببرنشون و گفته بودن که ما هیچ دوستی نداریم به خاطر که نمیتونیم به هیچ کس اعتماد کنیم و فقط ما دوتا همدیگر رو داریم.
و یکی از همسایه ها میگه که قبلا میشل بهش گفته بوده که خانواده خیلی پولداری داره ولی بهش پول نمیدن و الان خودش و جوزف به شدت توی اوضاع بد مالی دارن زندگی میکنن. چیزی که کاملا توی رابطهشون مشخص بوده این بوده که اونی که رابطه رو کنترل میکنه، اونی که دستور میده، اونی که رئیسه میشله و حتی اگر که کسی از جوزف سوال میکرده اونی که جواب میداده میشل بوده. یعنی میشل حتی اجازه نمیداده که جوزف حرف بزنه، جوزف کاملا تحت کنترل میشل بوده. بارها و بارها هم از تایلرشون صدای داد و هوار شنیده بودن و شنیده بودن که میشل به خاطر اینکه جوزف نه کار داره نه پول داره نه زندگی درست حسابی داره داره باهاش دعوا میکنه و سرش داد میزنه. از سال 2002 تا 2006 توی اون تریلر سیاره توی پارک زندگی کردن ولی شرایط مالیشون به جایی رسید که دیگه نمیتونستن کرایه براش پرداخت بکنن و مجبور شدن که برن و توی تریلری که توی املاک شخصی خانواده میشل بود زندگی بکنن. ولی یک سال بعدش اتفاقی میفته تو سال 2007 که حتی فکرشم آدم رو دیوونه میکنه. کریسمس میشه، وین و جودی بچه ها رو دعوت میکنن که بیان و دورشون باشن. مری نمیتونسته بیاد به خاطر اینکه هم خودش مریض بوده، همین که پسرش که از دوست پسر قبلی خودش بوده نمیتونست، نمیخواسته همراهش بیاد و میخواسته بره پیش پدرش اون روزو بگذرونه. به خاطر همین مری هم میگه که نمیام. ولی در کنارش اسکات و اریکا به همراه اولیویای 5 ساله و نیتن 3 ساله قرار بوده بیان، همینطور میشل و جوزف هم قرار بوده بیان که اون شب در کنار وین و جودی بگذرونن. میشل و جوزف اول از همه میرسن اما با اسلحه. اونا از قبل اسلحه خریده بودن هر کدومشون و نقشه قتل خانواده رو کشیده بودن. میشل تصمیم گرفته بوده که اگر تا 24 دسامبر خانوادهش بهش توجه نکنن و بهش احترام نذارن اون شب رو براشون به جهنم تبدیل کنه. وقتی میشل و جوزف میرسن جودی تو اتاق پشتی داشته هدایای کریسمس نوه‌هاش آماده میکرده، داشته براشون کادو میگرفته. جوزف میره سر وقت جودی و میشل میره سر وقت وین. به وین حمله میکنه، بهش شلیک میکنه ولی تیرش خطا میره. میاد بار دوم شلیک بکنه، اسلحه‌اش گیر میکنه. تو همین موقع میشل و جودی با سرعت میرسن اونجا. قطعا جودی سراسیما و وحشت زده و جوزف میدونسته که چه خبر شده. میرسن اونجا و به محض اینکه میرسن و جوزف میبینه که میشل موفق نشده وین رو از بین ببره، به سر وین شلیک میکنه. تو همین موقع جودی از ترس شروع میکنه به فریاد کشیدن. جوزف برمیگرده به طرفش و بهش شلیک میکنه. جودی میفته روی زمین ولی هنوز زنده بوده، ترسیده بوده و خیلی درد داشته. به خاطر همین بازم شروع میکنه به جیغ و داد کردن که جوزف میره بالای سرش، ازش معذرت خواهی میکنه و به سرش شلیک میکنه و صدای جودی برای همیشه خاموش میشه. وقتی که این دو نفر رو به قتل میرسونن، میشل و جوزف شروع میکنن به تمیز کردن خونه، جسدها رو پنهان میکنن پشت خونه و همه چیز رو مرتب میکنن و منتظر میشینن تا اسکات از راه برسه. و همینطور هم میشه، یکم که میگذره اسکات و ریکا از راه میرسن به همراه دوتا بچهشون. به محض اینکه اسکات وارد میشه، میشل میره جلوش و اسکات میبینه که میشل اسلحه دستشه. میترسه و با میشل درگیر میشه 100%، ولی موفق نمیشه که اسلحه رو از دستش بگیره. همینجوری که با هم دیگه درگیر بودن، جوزف از راه میرسه و بلافاصله به اسکات شلیک میکنه. ایکا که شاهد این صحنه بوده، خودشو سریع میرسونه به تلفن سیار، تلفنو برمیداره، 911 یا همون 911 رو میگیره. موفق نمیشه ولی با اپراتور صحبت کنه. یعنی به محض اینکه تماس برقرار میشه، اپراتور فقط صدای جیغ و داد رو میشنوه و نمیتونه با کسی صحبت بکنه. و در همین حین هم بلافاصله جوزف خودش رو به اریکا میرسونه، تلفن از دست اریکا میگیره، باتری های تلفن رو در میاره، تلفن رو پرت میکنه، میزنه روی توی دیوار و تلفن میشکنه. بعد میره به طرف اریکا و در حالی که اریکا بهش میگفته تو مجبور نیستی همچین کاری بکنی، جوزف بهش میگه که نه متاسفانه مجبورم این کارو بکنم. و در حالی که فقط اجازه داده بوده که چند دقیقه اریکا دوتا بچهش رو بغل کنه، به سر اریکا شلیک میکنه و اریکا رو هم به قتل میرسونه.
قبل از اینکه اریکا رو به قتل برسونن، اریکا از میشل میپرسه چرا داری این کارو میکنی؟ و میشل هم برمیگرده بهش میگه به خاطر اینکه تو اومدی و بین من و برادرم رو به هم زدی و همیشه از من متنفر بودی، پس من باید تو رو بکشم. بعدش میشل برمیگرده به جوزف میگه که این دوتا شاهد مرگ مادر و پدرشون بودن و شاهد بودن که ما چی کار کردیم، نباید همینجوری بزرگشن، این دوتا رو هم راحت کن. جوزف بهش میگه که متاسفه و اول اونو میکشه و بعد هم میره سراغ نیتن 3 ساله و نیتن 3 ساله رو هم میکشه. خب از اونجا که اریکا به مرکز پلیس تماس گرفته بوده و اپراتور مطمئن بوده اتفاق بدی در حال رخ دادن هستش، نیروهاشون رو میفرستن اونجا و دقیقاً 6 دقیقه بعد از تماس تلفنی نیروهای پلیس میرسن به پشت در آهنی بزرگی که جلوی ساختمان اصلی وجود داشته، ولی این دوتا هیولا از قبل یه قفل بزرگ به در زده بودن، جوری که انگار هیچ کس توی خونه نیست و در خونه رو قفل کردن، از خونه رفتن بیرون. وقتی که نیروهای پلیس میرسن اونجا و میبینن که صحنه اینجوری هستش و خب حالا کسی نیستش، همه چیز هم آروم هستش، به مرکز اعلام میکنن که هیچ خبری نیست و دارن برمیگردن. 2 روز از این جریان میگذره، 26 دسامبر و جودی باید برمیگشته سر کار، ولی بر نمیگرده. لیندا که همکار و دوست صمیمی جودی بوده تعجب میکنه و وقتی که میبینه جودی نیومده سر کار، راه میفته میره دم در خونهشون تا ببینه چه اتفاقی افتاده. با وجودی که در خونه قفل بوده، جودی راه پیدا میکنه و میره، به خاطر اینکه کاملا همه چیز براش غیر قابل باور بوده. میره در خونه رو باز میکنه و با وحشتناکترین صحنه عمرش مواجه میشه. 3 تا جنازه جلوش افتاده بودن که با پلیس تماس میگیره و قضیه رو خبر میده و پلیس بلا فاصله خودشون رو میرسونن سر صحنه و شروع میکنن به تحقیقات. و همون موقع میشل و جوزف خیلی خونسرد میرسن سر صحنه و به هیچ وجه میشل سوال نمیپرسه که این همه ماشین پلیس، اورژانس و ماشین‌های خبرنگارها اینجا چی کار میکنن، و خیلی خونسرد میرن خودشونو به پلیس معرفی میکنن و میگن که داشتن میرفتن لاس وگاس ازدواج بکنن، ولی بعد دیدن که پول همراهشون نیست، برگشتن خونه کیف پول بردارن، بعد رفتن و الان دوباره برگشتن که میوه بردارن. و داستانی که تعریف کردن بسیار بسیار داستان مسخره‌ای بوده و پلیس همونجا شک میکنن، مخصوصا که اصلا هیچ سوالی هم در مورد اینکه چه اتفاق افتاده که پلیس اونجا سر توی خونه‌شون هستش نمی‌کنن. Again, asking Michelle Anderson about the fact that she wasn't responding to what was going on around her. The police vehicles, the media trucks, and the helicopters. And Detective Tompkins asked Michelle Anderson, "What do you think all these police cars are here for?" And she responded, "I think the house is on fire." Detective Tompkins asked, "Whose house?" And her response, "Probably my mom and dad's." Detective Peters asked her, "What do you think happened?" 2 times she said, "I don't know. I don't know." And then she said, "My dad might have had a heart attack." این زوج رو از همدیگه جدا میکنن و شروع میکنن ازشون سوال پرسیدن. میشل قضیه قتل رو توضیح میده. At 8 a.m. during that conversation, Detective Tompkins asked the defendant, "Would you ever harm your family?" And she replied, "No." That too was a lie. And Detective Tompkins at that point says on the tape, "Michelle, let me tell you a couple of things we're really good at." But he didn't complete the sentence because Michelle Anderson at that point blurted out, "It's my fault." When she was asked what happened, she simply said, "I'm sorry." And over the course of the next couple of hours, the detectives learned not only what happened, but they also learned why it happened. میشل و جوزف هر جفتشون دستگیر میشه. 7 سال دادگاهشون طول میکشه، یعنی تا 7 سال اینها رو توی زندان نگه میدارن تا براشون دادگاه تشکیل بدن. ولی در تمام طول بازجویی و در تمام طول محاکمه هر جفتشون کاملا واضح و صریح در مورد انگیزهشون و در مورد اینکه اون روز چه کارهای انجام دادن مو به مو برای دادگاه و هیئت جوری تعریف میکنن که چه اتفاقی افتاده، مو به مو کاملا واضح و شفاف.
میشل تو دادگاه اعتراف میکنه و میگه که من به داداشم اسکات پول قرض داده بودم ولی به هم بر نمیگردون، در حالی که من خودم خیلی به اون پول نیاز داشتم. و اینکه میگه از وقتی که اریکا با برادرم ازدواج کرد رابطه من و اسکات رو به هم ریخت. از طرف دیگه والدینم اصلا منو دوست نداشتن، خیلی رابطه بدی با من داشتن و شروع کرده بودن به گفتن اینکه تو باید به خاطر زندگی توی تریلری که توی باغ و حالا اون املاک ما هستش باید به همون پول پرداخت بکنی. به خاطر همین میشل برنامه قطر رو میریزه و بعدش هم جوزف رو متقاعد میکنه که باهاش همکاری کنه. برنامه هم میریزن که بلافاصله بعد از این قطر انجام دادن با هم دیگه فرار کنن برن کانادا، ولی بعدش برنامهشون عوض میکنن و تصمیم میگیرن که برگردن سر صحنه قتل و وانمود کنن که دارن به همراه پلیس میگردن به دنبال جنازه ها. توی دادگاه جوزف جزئیات وحشتناکی رو از اون روز تعریف میکنه. فیلمای ضبط شده دادگاه نشون میده که توش جوزف بارها و بارها تاکید میکنه که موقعی که میخواسته اریکا رو بکشه اریکا بهش التماس میکرده و گفته که موقعی که میخواسته اریکا رو بکشه ازش معذرت خواهی کرده. بعد از اریکا جوزف به نیتن 3 ساله شلیک میکنه، ولی قبل از اینکه به نیتن شلیک بکنه نیتن یه چیزی بهش میده. نیتن که دقیقا متوجه نبوده که چه اتفاقی داره میفته فکر کرده بوده که شاید جوزف به خاطر تلفن عصبانی شده بوده. به خاطر همین وقتی این صحنه ها رو میبینه میره دوتا باتری رو بر میداره میاد میگیرتشون به طرف جوزف، ولی به محض که این کار رو میکنه جوزف بهش شلیک کرده و از بین بردتش. بعد هم میره سراغ اولیویای 5 ساله و به اون شلیک میکنه. جوزف میگه من بهشون شلیک کردم به خاطر اینکه نمیخواستم ما رو به پلیس رو بدن. دادگاه جوزف توی دسامبر 2014 برگزار میشه، در حالی که تمام تیم دفاعیش یعنی وکلاش سعی داشتن که جوزف رو روانی جلوه بدن و اینکه بگن که تحت تاثیر دوست دخترش تمام این قتل ها رو انجام داده. توی مارچ 2015 بالاخره جوزف به اتهام 6 فقره قتل به 6 بار حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط متهم میشه و خیلی خیلی نزدیک بوده به گرفتن حکم اعدام. به خاطر هیئت جوری میخواستن بهش حکم اعدام بدن، رأی هاشون 8-4 میشه و به خاطر همین از اعدام نجات پیدا میکنه. حالا بریم سراغ میشل. میشل از زمانی که دستگیر میشه میگه که من متهم هستم، من کاملا کارهایی که کردم قبول دارم و حتما باید من رو اعدام بکنید به خاطر که اعدام حق منه. و دائم هم به وکلاش گفته بوده که به هیچ وجه تلاشی نکنن که بخوان براش حکم کمتری بگیرن یا اینکه بخوان اثبات کنن که بیگناه هستش. و حتی از وقتی که دستگیر میشه تا 5 سال حاضر نمیشه که هیچ وکیلی داشته باشه، به خاطر که وکلایی که باهاش صحبت میکردن میخواستن که تحت معاینه روانپزشکی قرار بگیره و اثبات کنن که تو اون مدت حالت مشکل روانی داشته تا بتونن به این صورت براش عفو بگیرن. ولی خود میشل اصلا زیر بار نمی رفته و کاملا موافق بوده که حق داره، باید اعدام بشه به خاطر کاری که انجام داده. خودش گفته من به خاطر تمام کارهایی که کردم باید اعدام بشم. تصمیم برای اینکه میخوام بمیرم سخت‌ترین تصمیمی بوده که تا حالا گرفتم و بدون تردید باید عملی بشه. من میدونم چه اشتباهی کردم و مسئولیتش رو میپذیرم. با وجودی که دادستان‌ها خیلی تلاش کردن که برای میشل حداقل حکم اعدام بگیرن، ولی هیئت جوری تصمیم میگیره که حکم میشل هم مثل حکم جوزف باشه و به 6 بار حبس ابد بدون درخواست آزادی مشروط متهمش میکنن و جفتشون در حال حاضر توی زندان هستن. خیلی پرونده بدی بود، خیلی ناراحت کننده بود، به خاطر اینکه اصلا من شک ندارم که میشل یک مشکل حاد روانی داشته و کاشکی حالا پیدا می کردم. البته یه جایی توی حالا چند تا منبع مختلف رو خوندم، فکر می کنم یک جایی به چشم خوردش که گفته بودن که میشل اسکیزوفرنی داره، ولی مطمئن نیستم. ولی قطعا این مشکل روانی خیلی بزرگ داشته، به خاطر که آدم ها به خاطر قرض دادن پول یا به خاطر اینکه خانواده بهشون احترام نمیذارن تصمیم به یک همچین کشتاری نمیگیرن که 6 نفر رو به قتل برسونن که دوتا موجود معصوم بودن. نمیدونم واقعا، نظرتون رو میخونم، خوشحال میشم نظرتون در مورد این پرونده بگید. اگر که نگاه میکنید بیاین در مورد پرونده با هم صحبت بکنیم.
و به هر حال درسته که شاید لایک کردن نداشته باشه همچین موضوعی، ولی لایک کردنتون نشون میده که من باید آیا ادامه بدم پرونده های جنایی رو یا نه. سابسکرایب کانال رو هم که مسلماً یادتون نمیره. مراقب زیبایی هاتون باشین. این ویدیو به اندازه کافی طولانی شد. توی ویدیو بعدی میبینمتون. فعلاً.